سلام علیکم حال شما خوبین آقا در مورد کراکس اومدم توضیحات بیشتر بیشتر بهتون بدم امیدوارم که قبل از اینکه این ویدیو این رو ببینید ویدیو قبلی رو دیده باشید چه کراکسی بخریم از کجا بخریم چرا انقدر محبوبه و این سازندش کی بوده از کجا اومده با یه هیستوری راجع به کراکس که به نظرم جالب بود و من خوندم و براتون ویدوشی گرفتم حالا اومدم بهتون بگم بچه شما دارید برای کراکس هزینه میکنید جالب بهتون بگم یه چیزی تو ذهن ماست پدرام خیلی قشنگ بهم گفت برام جا انداخت یه چیزی تو ذهن ماست که فلان چیز گرونه برای ما تو کشور ما ولی باید بهتون بگم مثلا گوشی آیفون برای همه دنیا گرونه کراکس به عنوان یک صندل برای من اگر تو ایران گرون سه و خورده ای میشه برای یک نفر تو خارج از ایران هم گرونه یعنی فکر نکنید یه چیزیه که الان نمیدونم ما چون تو ایرانیم باید مراقب وسایلان باشیم بقیه خارج پنج تا پنج تا اینجوری نیست از هر چیزی که دارید به خوبی استفاده کنید فکر نکنید که تبدیل میکنید مثلا میشه چهل دلار پس چهل دلار نمیدونم پولی نیست فلان دلار که پولی نیست نه واقعا واقعا اونجور که فکر میکنید توی مدیا دارن به شما نشون میدن و شما احساس میکنید کشوری دیگه همه خیلی پول دارن <تصفح> نه واقعا اینطوری نیست طرف هزار دلار شاید در بیاره و مجبور کل زندگیشو حالا مثلا تو خیلی از کشورا میگم خیلی کشورا بیشتر از این در حالا نمیخوام راجع به این مسائل صحبت کنم به طور کلی میخوام بگم کراکس چیز ارزونی نیست و بهتره که ازش مراقبت کنید و چی کار باید بکنیم خب باید بهتون بگم که انقدر که حرف مراقبت زده مطمئنا استرس گرفتید این بند خدا بیچاره نیازی به مراقبت اونقدم نداره خودش یه چیز خفن چند سال است خب ولی قاتلش قاتلش که یعنی من وقتی که جنازه یک کراکس از بین رفته رو دیدم و خیلی ناراحت شدم اگه عکسش پیدا کنم و یا بگم دوستم برام بفرسته بذارم قنج به دلتون میزنه به قول نمیدونم کی میگه کراکس قاتلش آفتابه اگر که توی آفتاب بمونه مثلا توی یه آقایی بود که مثلا یه شبان نمیدونم دو, دو سه روز فلان رفته بود سفر پشت درش مونده بود و حیات داشت و توی حیات پشت در ورودی آفتاب زده بود جمع شده بود اینو هر کاری کنی پلاستیکه بچه ها جنسش پلاستیکه و پلاستیکه جمع شده بود چروک شده بود یه کفش انقدی شده بود انقدی و به قول پدرام از پشت صحنه میگه زوب شده بود و من خیلی خوشحال شدم که به من رسید دید من پامه لیدرمون بود تو سفر به اصلویه علی عزیزمون و امیدوارم که این ویدیو رو ببینه و بدونه که من اسم کراکسش رو بردم گفتش که کراکست رو پشت در نزار بعد گفتم چرا گفت آفتاب قاتل کراکسه یعنی من الان وقتی اونو دیدم حتی ساعتی مثلا اگه میرم یه جا نمیدونم خونه یه نفر و حالا میگم الان که هممون هم تو آپارتمانیم ولی اونا خونه همه حیات داشت تو حیات کفش شده هم میری تو خونه تو حیات آفتاب میفته روش من دیگه همون چند دقیقه یک ساعت دو ساعت هم بیرون نمیذارم پس یادتون باشه آفتابی که همینجوری بهش بزنه ولی شما وقتی پاتونه تو طبیعت چهار پنج ساعت پیاده روی میکنید اون مشکل نداره حالا فکر کنید باهاش تو طبیعتی که آفتاب میزنه بریم نه چون سایه داره حالا بالاخره خودتون هستین پاتونه داره استفاده میشه ولی اگه تو آفتاب 4 5 ساعت یه روز دو روز بمونه قشنگ جمع میشه پس قاتل اولش آفتابه یعنی فکر کنم کلا قاتلش آفتابه چون جور دیگه با هیچی پاره نمیشه شما فکر کنید زیاد را برید خمش کنید بشینید پاشید اینا هیچیش نمیشه خب حالا چطوری کراکس میتونه قاتل شما باشه یکی از دوستان بنده دوباره برام نوشت برام دایرکت تا دا دید من پایمنه گفتش که اگر که کراکست خیس بود شما مثلا رفتین تو دریا کف این خیس شده و حالا اومدین بیرون داره میرین روبروی دریا یه دونه کافی که کفش سرامیکه بند خدا کله پا شده بود و داغون یعنی کلا یه ورش از بالا تا پایین کبود شده بود به خاطر اینکه ایشون پلاستیکن اگر که از دریا بیای بیرون و بلا فاصله بری روی سرامیک سر میخوری و پدرت در میاد ولی برای ما سر خوردنی خیلی پیش نیامد و من اوکی بودم باش هرچند بعد از اینکه آب میای بیرون خودش سریع خوش میشه یعنی آبش میره و شما یه چند تا قدم برداری از همه نظر حتی این قسمت هایی که ابری هست و پارچه ای اینا هم آب خوش میشن حالا جدا از اونم این زیرو رو اگه نگاه کنید قسمت های خاکستری یه تیکه هایی هستن که یه حالتی جنسی دارن که مثل بافتشون جوریه که به زمین میچسبه یعنی شما خیلی سر نمیخورین ولی اینو بر من تعریف کرد منم مد نظرم گذاشتم با کراکس خیس دقتم بیشتره تا کراکسی که حالا خشکه خواستم برای شما تعریف کنم ولی خودم واقعا وقتی هم در موردش خوندم دیدم که حالا این ذره کثیفه میگم این قسمت ها اصلا بافتش و طراحی شکم انگار مثلا زبره و به زمین میچسبه این تیکه ها نکته بعدی میخوام در مورد جیبیتسا بهتون بگم و این اتفاقی بود که برای من خود پدرام افتاد بچه ها ما پامون کردیم خیلی خوشگل و مامانی رفتیم سوار قایق شدیم بریم یه جزیره ای سوار قایق شدیم رسیدیم به اون جزیره پیاده شدیم دیدیم که دو تا از جیبیتسای پدرام نیست این دوست عزیزمون و یکی دیگه افتاده بود و من فقط نگاه کردم به صندلی پدران گفتم اجیبیت سات افتاده و برگشتیم یکیش خدا رو تو قایق بوده که دیگهش تو ساحل بود در اومده بود حالا چیکار کردیم این دیگه خلاقیت خودم بود و البته حالا نمیدونم پدران که بابتش خیلی پشیمونه ولی من واقعا خوشحالم و بازم انجام میدم این کراکسی بود که ما توی سفر یک ماه و نیمه من البته و پدرام اینو پامون کردیم دائم و توی آبم باش رفتیم من حس کردم که ما دقیقا یه هفته ده روزی قراره که توی سواحل باشیم و با این میخوایم بریم تو آب اصلا واسه این خریدیم که باش بریم تو آب دیگه رفتیم چسب قطره خریدیم تمامی این جیبیتس ها رو با چسب از پشت صحنه میخندم به کاری که کردیم قشنگ اومدم درشون رو وردم هر کدوم رو جیبیتس ها رو الان بهتون نشون میدم اینجا چند تا جیبیت واسه کفش جدید هست جیبیت هم که این پین هایی که روی این صندلا میچسه بهش میگن جیبیت ویدئوی قبلی رو ببینید در مورد همه اینا کامل توضیح دادم به این دوست عزیزمون دور تا دورش چسب قطره ای زدم و کردم توی این سوراخ و نگه داشتم و قشنگ چسبید حالا مسئله چیه وقتی دارین میچسبونید به چیدمانتون دقت کنید چون دیگه چسبیده و نمیتونید تغییر بدید میگم تمام اینا یه جوری چسبیدن یعنی هر کاری کنید در نمیان هر کاری و ما توی این صفحه اصلا این مدلش اینه که آزاد باشه این بنده بعد شل باشه تکون بخوره اینم من حتی چسبوندم و کلا این چیدمان و این طراحی روی این کفش چسبیده من باهاش ده روز تمام توی آب رفتم تکون نخورد و هیچ نشد پس اگر چسب قطره ای بگیرین یه جوری میچسبه که دیگه چسبیده دیگه پس اینا این ها روی این چسبیده ولی مثلا جیبیتسا هم خب خدایی ارزون نیستن وقتی یه جیبیتس روی کفش مثلا میخری شد مثلا این خودش فقط یه تومن شده جیبیتساش توی ویدیوها دیدم که خیلی از یک صندلی به سندل بعدیشون منتقل میکنن الان من اینو دیگه نچسبوندم فقط اونو چسبوندم این دوتایی که دارم رو نچسبوندم چون اینا رو توی آب نمیپوشم ولی توی خشکی اصلا در نمیاد توی آب نمیدونم راه میری آب بالاخره سنگینه میزنه مثلا به پای آدم یا اصلا در میاد ولی اینا اینا نه برای توی خیابونه ولی یکی چند باری به سرم زده که اینا رو هم بچسبونم چرا چون که چیدمانه هی میچرخه مثلا این الان جاش اینجا نبود اینوری بود اینکی نمی این نمیدونم اینوری بود اینکی مثلا خیرسه این مثلا خرسه اینوری شده جاش اینوریه ولی وقتی میچسبونی برای همیشه این چیدمان تو مرتب و منظم میمونه در غیر این صورت با حرکت پاد میچرخه حالا شما میخواین جیبیتساتون رو مدلش عوض کنید این پا رو بیارید رو این پا یا نمیدونم جابجا جا کنید جیبیتس جدید خریدین یا میخواین از این صندل بزنید رو صندل بعدیتون چی کار باید بکنید شما نگیرید این جیبیتس رو اینجوری بکشید یا اینو از اینجا بکنید از پایین فشار میدید از بالا در میارید دوباره الان میره سر جاش بعدی رو فشار میدین فشارش که بدین به راحتی از کنار در میاد چون که بنده نمیدونستم یک بار گرفتم اینجوری کشیدم از بالا در اومد و اون زیرش که باعث میشه این وایسه مون تو خود کفش یعنی این دست من اومد و دیگه استفاده هم نشد این در مورد جیبیتسا و نکته بعدی جیبیتسا اگر جیبیتسای تلایی میخرین این تلایی ها با آب نمک و شور دریا عکس العمل نشون میدن و رنگشون برمیگرده پس اگر جیبیتسای خوشگلاسیونه نمیدونم جنگل وینگل رنگی پنگی استیل خریدین حواستون باشه تو آب دریا باهاش نرید این پلاستیکی ها برای آب دریا هن. چون این کیا رنگاشون برمیگرده و وقتی رنگشون برگرده دیگه خوشگل نیستن پس اگر که میخواین طبیعت گردی کنین و برین دریا برین باهاش خیلی برای دریا میخرن خیلی یا خالی استفاده کنید تمام جیبیتساتون رو در بیارین یا جیبیتساتون رو بچسبونید ولی همه پلاستیکی برای من هیچ کدوم رنگشون عوض نشده ولی با این زرد اتفاقی رفتم تو آب دریا یعنی اصلا نمیخواستم این کارو بکنم ولی یکم آب دریا بهش خورد سری یکم زردیش رنگش عوض شده مثلا پدرام یه دونه زنجیر داره این جلو اینجا اصلا زنجیر انداخته این زنجیره رنگش مقدار داره برمیگرده و باهاش توی آب اومد و خیلی هم باهاش توی آب اومد میگم که پلاستیکی ها برای توی آبن یه نکته که وجود داره اینه که اگر جیبیف... اگر که صندل شما به مرور زمان که پوشیدین اینجوری بغلش خط افتاد مثل تمام کفش ها کتونی ها یا هر چیز دیگه اینجوری کنارش خط میفته با گرفتن سشوار و یکم باد رو روش بگیرین قشنگ باز میشه میبینید که عین چروکی که باز شده صاف صاف انگار نه انگار که خط و خطوط روشه اینم توی یک مغازهای من دیدن رفتیم بخریم یا آقایی داشت این کار انجام میداد و ازش یاد گرفتیم همین دیگه چند تا نکته ای بود که میخواستم در مورد مراقبت از کراکس بهتون بگم ویدئوهای قبلی که خیلی به دردتون میخوره که چه کراکسی مناسب شماست بخرید و ببینید و همین مراقب کراکسستون باشین و عشق کنید و سعی کنید که حالا که ترند شده و خیلی راجبش بیان همه میگن با این چیه پوشیدی فلان اینا شما لج کنید بیشتر بپوشید چون خیلی باش راحتین و از نظر من من خودم یکی از طرفداراشم و حس میکنم که واقعا خوشگله نه تنها زشت نیست خیلی هم خوشگله دوستتون دارم مرسی که همراه من بودین و برید و یه دونه کراکس بگیرین و فقط یاد من بیافتین وقتی پوشیدین و نرم بود و لذت بردین و دیگه از پاتون در نیوردین یه نکته مهم اینه که لطفا این ویدیو رو لایک کنید که افراد بیشتری بتونن ویدیو رو ببینن و از ما حمایت بشه و اگر هم سوالی دارین برای من بنویسین همه سوالا رو تک به تک میخورم و جواب میدم دوستتون دارم بای